به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. منابع محلی میگویند که یک دادستان حکومت پیشین با خواهرش به گونه مرموز در شهرهای کابل ننگرهار در نخست مسموم و سپس به قتل رسیده است. منابع چهارشنبه یک قوز در صحبت با روزنامه اشاسوب تایید میکنند این دادستان پیشین که نقی محمد تقی نام داشت از طریق یک تماس تلفنی به ولایت ننگرهار خواسته شده بود. به گفته منابع، محمد تقی 5 روز پیش با خواهرش از کابل به ننگرهار سفر کرده بود اما از این مسیر ناپدید شد. به گفته منابع، اجساد این دو تن را طالبان روز دوشنبه 29 عقرب در حالی که آثار شکنجه در وجودشان دیده می شد از روستای دامان ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار پیدا کردند. نقی محمد تقی در بخشای دادستانی زون شرق کابل و ریاست تحقیق جرایم دادستانی کل حکومت پیشین کار کرده بود. هرچند تاکنون انگیزه و عاملان قتل این دادستان حکومت پیشین معلوم نیست، اما منابع طالبان را به دست داشتن در این رویداد متهم کردند. از هرات خبر می رسد که طالبان خیاطی های زنانه را در مرکز این ولایت بسته کردند. منابع به روزنامه 8 صبح میگویند که جنگجویان طالبان صبح روز چهارشنبه 1 قوس به مارکت های شهر هرات هجوم بردند و تمامی خیاطی های که لباس های زنانه می دوختند را بستند. به گفته منابع، طالبان 1 هفته پیش به این خیاطان هشدار داده بودند تا خیاطی هایشان را بسته کنند. منابع می افزایند که طالبان به دلیل دوخت لباس های زنانه توسط خیاطان مرد این خیاطی ها را بسته کردند. طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. پیش از این طالبان خیاطی های زنانه را در شهر مزار شریف نیز بسته کرده بودند. این در حالی است که در پی تسلط طالبان بر افغانستان آزادی کار برای زنان به شدت محدود شده و سازمان های بین المللی از کاهش 32% کسب و کارهای کوچک زنان خبر دادند. پلیس مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیت طالبان در ولایت قندوز تا 6 ماه گذشته 96 تن را در پیوند به قاچاق و فروش مواد مخدر بازداشت کردند. در صفحه اکس وزارت امور داخله طالبان نوشته شده است از نزد افراد بازداشت شده 12 اراده و وسایط مختلف، 88448 کیلوگرم چرس، 54030 کیلوگرم تریاک، 1175 گرم ایروین به دست آمده است. همچنین آمده است که 6850 گرم شیشه، 9230 مشروبات الکلی، 5983 قرص تابلت که، 2990 کیلوگرم مواد خام تابلت که و 1 پایه دستگاه برقی ساخت تابلت که نیز به دست آمده است. و در پایان، رسوایی تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقه در برابر کویت. تیم ملی افغانستان شب گذشته و در دومین دیدار خود از دور گروهی مقدمات جام جهانی 2026 در برابر کویت شکست خورد. در دومین دیدار از دور گروهی مسابقات مقدماتی جام جهانی 2026 و جام ملت‌های 2027 افغانستان با نتیجه 4-0 مقابل کویت تن به شکست داد. افغانستان در این رقابت‌ها با تیم‌های قطر، کویت و هند هم گروه است. در گروه A تیم قطر با 6 امتیاز، تیم کویت با 3 امتیاز در جایگاه دوم، تیم هند با 3 امتیاز با تفاضل گل کمتر در جایگاه سوم و افغانستان با 0 امتیاز در جایگاه چهارم قرار دارد. این در حالی است که ملی پوشان افغانستان بازی اول خود را با نتیجه 8-1 به قطر واگذار کردند. تشکر از توجهتان، تا درود دیگر، بدرود.